سلام دوستان و هم حالتون خوب باشه میخوایم در مورد سکشن یک لیسنینگ آیل صحبت بکنیم ابتدا چند تا توصیه خیلی مهم براتون دارم بعدش میریم 20 تا لغت پرتکرار توی سکشن یک لیسنینگ رو با هم یاد میگیریم با من همراه باشید خب دوستان توی سکشن یک یادتون باشه که همه ها مربوط به انگلیش انگلیشن سروایوول English یعنی چی یعنی شما اگر رفتی کشور خارج بعد مثلا کشور انگلیسی زبان یا حتی کشوری که توش انگلیسی مثل هند زبان رسمی حساب میشه یا مالزی اونجا بتونی کار تو را بندازی کار تو در جامعه چیه میری بانک نمیدونم درخواست وام میخوای بدی تلفنی زنگ میزنی یه جایی میخوای اطلاعات بگیری جایی مثل نمیدونم برنامه لایبرری یا زنگ میزنی به یک فستیوالی رو به پرسی که برنامه هاش کنسرت‌ها کنسرت ها که بعد میخوای یه توری رو بوک بکنی یا رزرو بکنی زنگ میزنی اینا بهش میگیم سرویبل انگلیش در واقع چیز تخصصی یا علمی نیستش که درگیرش بشی یا نگران باشی پس یادت باشه چیزهای معمولی هستن اوکی؟ نکته دوم عزیزان باید بدونی در مورد چی دارن صحبت میکنن آیا بحث کتابخونه، است کنسرت فستیوال چیه بعد کی داره با کی صحبت میکنه و چه اطلاعاتی قراره که رد و بدل بشه با گوش دادن به چند تا در واقع لیسنینگ سیکشن وان شما میتونی خیلی از اینها رو حدس بزنی اصلا یعنی دیگه یک پترن ذهنی میسازی که با اون میری جلو و هر موضوع اومد مثلا اگه بحث تور باشه زمان مهمه قیمت مهمه لوکیشن مهمه ویو اتاق مهمه تو آشپزخونهش چی باشه مهمه اینا رو دفتر رفته دستت میاد که بعد یا مثلا چند نفرن اتاق چند تخته باشه بعد چقدر میخوان هزینه بکنم و چقدر هزینهشون میشه تو چه رنجی مثلا تور میخوان یا میخوان در واقع سفر بکنن همه اینا مهمه خلاصه وقتی که داره گوش میدی مثلا 5 تا 6 تا گوش دادی سعی کن یک جنرالیزیشن و یک فهم کلی از این قضیه داشته باشی این میتونه خیلی کمکت بکنه مسئله بعدی از اون توجه به سوال هاست تو تمام بخش های لیسنینگ ما باید پیش بینی جواب داشته باشیم اگه میبینی زده می مثلا 2000 و فلان یعنی اونجا روزو میخواد اگه روزو زده ماهو میخواد اگه تاریخ نداره ولی زده دیت پس تاریخ رو میخواد ازت اگر شماره تلفن زده کانتکت نامبر خب شماره تلفن میخواد ازت پس آماده باش که اینها رو گفت بنویسی در مورد بحث قیمت و بعد در مورد شماره تلفن در مورد تاریخ ها که مثلا اگر ثیادر باشه اگر یا مثلا استخر در واقع اون مرکز باشه Uh, میتونه ساعتهایی که باز یا تعطیله رو بگه و استثنا هم داشته باشه مثلا میگه که uh, ما uh, روزهای مثلا uh, Sunday, Thursday و Friday We are open from 8 a.m. until 9 p.m. اوکی؟ بعد یا بعد بگه on the weekend over the weekend بعد مثلا the pool is closed باید این استثناءات رو داشته باشی تو ذهنت یا مثلا بحث قیمت که میشه معمولا بحث دیسکاونت هم میاد وسط یعنی تخفیف خورده انقدر شده پس نگاه کن که آقا آخرین قیمتی که مطرح میشه چیه اوکی حالا جوابو یا اول میگن یا وسط میگن یا آخر میگن ما نمیتونیم به قطع بگیم که آقا هر قیمتی که آخر سر بعد بحث مطرح شد جواب شماست نه نمیتونیم اینو بگیم ولی حواست باید باشه بعد کم شدنها زیاد شما نیاز نیست جمع و تفریق بکنی شما یه عددی که اونجا میگن رو باید در واقع تو ذهنت داشته باشی بعد یا توی شماره تلفن ها طرف مثلا یه شماره تلفن میگه بعد بعضی وقتا خب اینو برمیگرده دوباره میخونه مثلا من به شما شما تلفن میدم شما داری مینویسی دوباره داری میگی خب این کمک میکنه بعضی وقتا شما رو تلفن رو میگه میگه که ولی اگه میخوای به فلان بخش زنگ بزنی با این یکی شما رو تلفن زنگ بزن بعد سوال هم از تو شما رو تلفن دوم میخواد پس حواست باشه مسئله بعدی اسپل کردن هاست از نکته مهم بعدی اینه که به اسپلینگ ها دقت بکنیم اسم های خاص اسم لوکیشن اسم فامیل شخص بعد اینها معمولا در واقع اسپل میشن که باید حواسمون کلی کلی بهش باشه بعد طرف مثلا میگه که هانز هانزبری مثلا طرف اسمش هانزبری بود لوکیشن اسمش هانزبری بود خب اینو میگه H A N D S B U R Y یعنی بعد سریع اینها ها رو بنویسی بزرگ کوچیکش دیگه مهم نیست شما مداد که دستت کاغذ جلوت سریع شروع کن بنویس هر جوری که میتونی تون تون فقط بنویس هر چی داره اسپل میکنه هر شماره تلفنی که دارم میخونن رو بنویس اگه پستال کدی چیزی هست که میخونن هر چی که عدده فلانه همه اینا رو بنویس اینا همشون مهم میتونن جواب باشن بعد خب اینا نکات کلی بحثه و نکات کلی لیسینگ که بهتون گفتم بزرگ کوچک بودن در واقع کلمات یا حروف مهم نیستش بعد غلط دیکته ای خیلی مهمه میتونه نمره کم بکنه ازتون و کم میکنه اگه غلط دیکته داشته باشید میتونه که میگم نگید بعض وقتا کم میکنم بعض وقتا کم نمیکنم خلاصه بین حواستون باشه بعد بریم یه تعداد لغت خیلی خوشگل در حوزه تسکوان یاد بگیریم ما هم هر لغتی دیگه ای هم که شما تو تسکوان دیدید و بلد نبودید حتما برام بنویسید من دیگه اینجا رو سرعت سرعت میرم که در واقع بچه یاد بگیرید کلمه inquire inquire یعنی اطلاعات گرفتن مثلا I, was, uh, I am calling to inquire about the festival program یا yeah, about the festival Uh, من دارم زنگ میزنم که اطلاعات بگیرم اطلاعات گرفتن get information میشه inquire inquire about okay so این, یه مسئله من تو دسکتاپ هم لغات لیستا دارم اونجا نگاه میکنم کلمه excursions excursion یعنی تور یعنی شما رو سوار میکنم تو کشتی و اینا میبرم میگردونم تور excursion package tours پکیج uh, تور وقتیه که شما کل هزینه رو اول کار پرداخت میکنه اینا که میرن کربلا فلان مثلا یا میرن ترکیه یه پولی اول میدن دیگه هزینه دیگه ای نمیدن غذا و جا و همه چی با اونهاست به اینا میگم پکیج تور بعد اکسکرژن تور بعد پکیج تور همه اینها میتونه کلماتی باشه که اینجا میاد بعد وقتی داره پیشنهاد میکنه میگه هاو about یا وات about یا yeah, uh, I think you should این عصایه که تو پیشنهاد استفاده میکنه از دقت بکنید I think you should how about what about همه اینها مهمه I assume I assume یعنی من فرض میکنم که I assume I assume یعنی I think این لغتیه که میاد بعد uh, کلمه various میتونه خیلی بیاد various things you can do there are various things you can do. یا میگه one thing you can do یک چیزی که شما میتونی انجام بدی اینجا حواست باید باشه وقتی میگه یک چیز یعنی یک کاری رو میشه اونجا انجام داد فلان اینا خیلی مهمه بعد وقتی داره مسئله جای دوم رو کار دوم رو میگه از اصطلاح there is also استفاده میکنه مثلا uh, one thing you can do is to uh, visit the museum which is uh, uh Uh, which uh, constitutes, yeah, which includes, مثلا, a lot of uh, historical artifacts from the city. حالا میتونیم بری ببینیش. بعد میگه there is also, there is also uh, the trail that goes around the area. یک trail راه مسیر پیاده روی هم هست که میره. این there is also کلیدشه که آقا دو رو داره میگه حواسم باشه که اینو حتما جواب بده بعد معمولا توی این فعالیت ها رو که مطرح میکنن زم بحث beginners یا experienced people مطرح میشه حواستون باشه I don't suggest it for beginners یا yeah, if you are a beginner I don't think it is suitable for you بعد اینا رو بعد حواستون باشه که این دلیلی میشه که طرف قبول کنه یا رد بکنه اون پیشنهادی که داره بهش میده رو مثلا زنگ زدی که تور بهت بدن فلان اصطلاح اکسپلور د اریا یعنی اون منطقه رو اکسپلور کن بررسی کن ببین برو جلو و فلان بعد کاوش بکن اونجا اکسپلور د اریا خیلی مهمه بعد حالا بعض وقتا یک چیز رو میگه بعد یک استثنای ازش جدا میکنه مثلا the parking is a great place فلان but it is not available on Fridays. It is for the staff only مثلا. برای فقط کار کنانه. But میاد عزیزان یا though میاد although میاد هر چیزی که تضاد نشون میده شاید بیاد اینجا okay? حواستون باشه به این استثناعات توی سکشن یک بعد آه آه بحث دیگه شاید یه سرویسی رو ارائه بدن بعد هزینش توی اون قیمت اصلیه توی فی اینکلود بشه یا نشه مثلا the lunch is available at the campus but, it is, but the price the cost is not included in the fee یعنی yani شما باید اکسترا چارج بدید حالا پس اینجا اگه میگه lunch freeه free نیستش free, uh, free of charge میگن یا free میگن اینا you نیستش know, باید شما پول بدید چون it is not included اینده در واقع انترنس فی یا اون فی کلی که در واقع شما پرداخت کردید اه, یه کلمه گفتم تریل بعد یه کلمه دیگه هست ترک مسیر track مناظر معمولا خیلی استفاده میشه سینری سینری بعد بعضی وقته میگم آقا هزینه اضافه باید بدید you must pay extra charge Can I take my dog into the farm? Yes, it is possible to take your dog into the farm, but there are things you should consider. One, your dog should be kept at a leash. یعنی yani, توی لیش باشه این گردنش باز نشه حالا این نامرتبط شاید نیاد بعد and there is also an extra charge you should pay یک extra charge هست که شما باید پرداخت بکنید بعد دوستان voyage سفر دریایی cruise کروز بعد هایکینگ تریپ اکسپدیشن اکسپدیشن یعنی سفر پیاده روی کوهنوردی فلان همه اینهاش رو احتمالا بیاد بعد کشتی ها چند مدلن فری داریم که مسافر میبریم و بر کروز شیپ داریم که یه ذره بزرگتره بعد سفرهای طولانی هم میتونه بره بهش میگن کروز شیپ بعد بوت استیم بوت استیم شیپ یعنی کشتی بخار اوکی بعد که همه اینا در واقع هستن کشتی ها رو که میگه معمولا هر طبقه کشتی رو میگه دک معمولا مثلا توی فکر کنم کمپلیت های احساس یه درس در مورد ای دک بی دک سی دک حواستون به اینا باشه مثلا میگه که there is a viewing area on the a deck. یک ویوینگ ایریاس یه منطقه شما میره اونجا به دریا رو نگاه بکنید مثل این چیزه هست تایتانیک جک و روز وای میستن اونجوری مثلا از اون کار رو انجام بدید بعد اه, خب اه, پس این دکار هم دقت بکنید بعد کابین میگن دوستان کابین اتاق اتاقی که به توی کشتی میدن بهش میگن کابین بعد کارمندای کشتی رو کلا میگن کرو اوکی and اند کرو سی ار حالا خدمتکار رو میگن استوارد استوارد که توی هواپیما هم همین اصطلاح استفاده میکنه. خدمتکار خانوما میگن استوردس استوردس حواستون به اینا باشه بعد get back که استفاده میشه get back in time یعنی به موقع برگردید get back in time for the last train get back in time for the last train خیلی استدار خوشگلی یعنی به موقع برگردید که به آخرین قطار برسید miss the train okay. or you might miss the train اگه نه اگه اینجوری نشه یا قطار رو از دست میدی. خب لغت این کوایر که بهتون گفتم get information طرف میتونه بگه find out about you need to know about بفهمم در مورد یک چیزی same thing بعد تاریخ ها رو چجوری میگن دوستان میگن که 16th of May 2000 مثلا 22 16th of May درسته the... بعد لازم نیست الان تاریخ ها رو شما به چیز داشته باش. معمولا تاریخ ها رو ماهش رو میگه اوکی بعد مثلا جنوری فبروری مارچ مثلا برج دو میشه فبروری بعد اینا رو یک کوچولو حفظ باشید و در کل ماه ها رو بلد باشید که قبل مارچ مثلا کدوم ماهه قبل ای بعد اپریل کدومه بعد اینا دیگه الله ذره طول میکشه بر من که اون موقع خیلی طول کشید یاد گرید. بعد اجراها برنامه ها دوستان کلمات زیاد داریم ایونتس ایونت Event. یعنی برنامه توی هر فستیوال ایونت های متفاوت هست کنسرت هست قصه گویی هست ویدیو پلی می کنن. فیلم پلی میکنن همه اینا هست رقابت شاید باشه کمپتیشن لغتی که استفاده میشه کمپتیشن شاید باشه این هم میتونید استفاده بکنید پرفورمنس اجرا اگه بندی هست اگه بند موسیقی چیزی هست اینا معمولا پرفورمنس دارن برای آشپزی یا چیزای دیگه دیمنستریشن انجام میدن There is a demonstration of uh, local uh, There is a demonstration مثلا performed by local chefs آشپزای محلی میان اونجا دیمنستریشنی انجام میدن بسیار بسیار مهمه خیلی مهمه دیسپلی دیسپلی یعنی نمایش دیسپلی یه جاهایی با دمونستریشن میتونه نزدیک باشه ولی دمونستریشن بیشتر عملی نشون دادنه در حالی که دیسپلی اینجوری نیستش مثلا there is a display of old cars in the area uh, یک دیسپلی یک نمایشگاهی از ماشین های قدیمی هست اول کارز هست که شما میتونید ببینید و لذت ببرید ازش بعد اسپات به معنی سیت هست دوستان میگه که I need to get there in time to get a good spot یک اسپات خوب بگیرم یک سیت خوب بگیرم یک جای خوب بگیرم بعد شهردار معمولا استفاده میشه میر دوستان بعد شورای شهر میشه سیتی کانسل کسایی که عضو شو هستن میشن کانسلرز کانسلرز سیتی کانسلرز بعد یا میر همه اینها هستن بعد لغت وقتی مثلا دوستان یه جای کنسرتی چیزی هست خب بچه ها رو نمیبرن که اونجا داخل رو کردن. حال نمیکنن که با این یک گروه سرودی هم برای بچه ها تشکیل میدن اونجا مثلا اتل متل تو رو برن بخونن بعد به این میگن کوایر میگن یک there is a choir. there is usually a choir for the kids برای بچه های کوایر هم داریم که برن اونجا بخونن با هم. بعد دوستان اگه بحث مارکت بشه یا کاورده سخف داره بهش میگن مسقف یا outdoor پس covered market outdoor market این دوتا حواستون باشه بعد اگه ترباره بهش میگن green market اوکی یا the market is pedestrians only یعنی فقط پیاده ها میتونن برن شما با ماشین نمیتونی بری اونجا بعد گاز بدی pedestrians only the market is pedestrians only یا بهش میگن پدسترین استریت یعنی فقط برای پیاده ها سنگ فرش کردم فقط پیاده میتونی بری اونجا اصطلاح apart from یعنی اکسپت غیر از اوکی. میگه که we are open every دی apart from Sundays غیر از Sunday ما بازیم سرویس میدیم پلان میکنیم اینم حواستون باش لغت بعدی presume فرض کردن پرزوم پرزوم uh, به معنی اسوم هم هست میگی خب پس فکر میکنم اینجوریه I presume that there will be a charge یه چارجی هم هست یه پولی هم باید بدیم I assume, I think همه اینها ها میتونن باشن خیلی خوشگلن این ها حواستون بهشون باشن بعد شما یه جای میرید اون مدتی که اونجا هستید رو بهش میگن stay I really enjoy uh, I hope you enjoy your stay. امیدوارم که از اقامتتون اینجا لذت ببرید خب دوستان این بخش اولشه باز ویدیو خواهیم داشت در مورد لغات بخش یک بعد و بخش دو و بخش سه و بخش چهار حتما حتما فالو بکنید با کامنتاتون انرژی بدید که ویدیوهای بعدی رم خوب بسازم حالا اینجا سوال دارم Uh, من uh, عدد میخونم چندتا و یک کلمه رو اسپل میکنم شما باید چیکار بکنید اینا رو سریع تایپ بکنید اوکی okay. My phone number is 912 086 -7008. My friend's phone number is Uh, my uncle's phone number is 267-774-005. Hello, my name The name of this street is Anglesey. A-N-G-L-E-S-E-A. -E -E uh, the shop's name is Nucleus... Uh, Nucleus... N-U-C-L-E-U-S. Uh, the street name is Chibegi Chernsbury Mason. Nah Bury Gov. Cherns uh Chernobyl so uh that I'm going on. Okay. Uh, the dairy shops name is uh, Gold Gold churns. Gold churns. G O L D C H U R N S. و که رو اشتباه گرم. پیشنهاد انتقاد هر چی هست زیر پست اون در حتما بذارید. این زنگوله ها رو هم فشار بدید که حتما حتما پست های بعد رو دریافت بکنید دوستان. توی اینستاگرام، تلگرام، یوتیوب بعد هر جا که رفتید رجبیات رو سرچ بکنید حتما حتما ویدیوهای ما رو خواهید دید. فعلا خدافظ.